سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تمام درسای قبل رو با دقت کار کرده باشید. در اینجا یه فعل بسیار بسیار پرکاربرد دیگر رو میخوام خدمتتون معرفی کنم و صرف کنم. این فعل رو در زمان ماضی یا همون زمان گذشته، فعل شیل هست دوستان. شیل به معنی برداشتن، بلند کردن هست دوستان. پس شیل میشه برداشتن. این فعل رو حتما به خاطر بسپارید دوستان، این بسیار بسیار فعل مهمیه. حرف وسطش هم که یه هست و مثلا فعل بیع به معنی فروختن. ببینیم چطور صرف میشه. خب طبیعتا گفتیم برای او، یعنی هو هیا، یعنی او یه مذکر مؤنث، باید حرف وسط یعنی یه تبدیل به الف بشه. همچنین همین اتفاق برای هم و هن، یعنی برای آنهای مذکر مؤنث هم میفته، همونطور که میدید و به رنگ قرمز هم نشون دادم دوستان، در واقع یه تبدیل به الف شده. در بقیه فعل‌ها چه اتفاقی میفته؟ در بقیه فعل‌ها گفتیم باید حرف وسط کلا حذف بشه، حذف، و در واقع حرف وسط محذوف هست در بقیه شخص ها. خب ببینیم به چه صورت میشه. پس انی شلت، انی شلت ها، یعنی من برداشتم. انی شلت، من برداشتم. مثلا انی شلت کتاب، من کتابو برداشتم. به این صورت انت شلت ها. پس من و تو گفتیم، خب همیشه فعل من و تو یکسان هست دوستان. من و توی مذکر یعنی انی، و انت که توی مذکره فعلشون یکسانه. انی شلت، انت شلت. خب اما انتی شلتی، انتی شلتی ها، گفتیم برای انتی همون تی اضافه میشه پایان فعل. هو شال. خوب دقت کنید دوستان، اینجا چی شده؟ فقط و فقط حرف وسط که یه بوده تبدیل به الف شده. هو شال، او برداشت ها. هو شال کتاب ها، هو شال الكتاب، او کتابو برداشت. مثلا هی شالت، هی شالت، او برداشت، او مؤنث ها. دوباره توی ما و شما هم باید حرف وسط حذف بشه، یعنی احنا شلنا، شلنا که به صورت حالا شننا تلفظ میشه، احنا شننا، ما برداشت، ما برداشتیم. انتم شلتم، انتم شلتم، شما برداشتید. پس احنا شلنا، انتم شلتم. دوباره توی هم و هم. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.